بچه ها در ادامه بحث فشار میرسیم به فشار در گازها. فشار در جامدات رو که گفتیم میشد نیرو تقسیم بر مساحت سطح. فشار در مایعات رو هم تعریف کردیم که بستگی داشت به جنس مایع و ارتفاع سطح مایع. حالا میرسیم به فشار در گازها. خب بچه ها، برای شما هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه که هر وقت بیش از حد مجاز هوا رو به درون بادکنکی دمیده باشید، بادکنک ترکیده باشه. این تجربه ساده چی به ما نشون میده؟ نشون میده که گازها هم مثل مایعات دارای فشار هستند و میتونن به دیواره ظرف یا دیواره مکانی که توش هستن فشار وارد کنن. حالا برای بررسی فشار گازها یک آزمایش ساده انجام میدیم. وسایل لازم قوطی حلبی و منبع گرما هست، یعنی یک وسیله‌ای که برای ما گرما رو تأمین کنه. روش اجرا: کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید. مدتی حدود 2 الی 3 دقیقه صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود. با احتیاط قوطی را از روی منبع گرما بردارید، سر قوطی را با درب مخصوص آن محکم ببندید و پیش بینی کنید پس از سرد شدن قوطی چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را برای این پیش بینی بیان کنید. بچه ها، وقتی که قوطی سرد میشه چروکیده میشه. چرا؟ چون شما در قوطی را بستید و آبی که داخل قوطی بوده قبل از اینکه شما درش رو ببندید بخار شده. بخار آب هوای داخل قوطی رو از قوطی بیرون کرده و خودش جای هوا قرار گرفته. وقتی که شما در قوطی رو میبندید و قوطی سرد میشه، بخار آبی که داخل قوطی بوده تبدیل به مایع میشه. بنابراین هوای داخل قوطی کم میشه، پس فشار هوای داخل قوطی کمتر از فشار هوای بیرون میشه. پس در نتیجه فشار هوای بیرون به دیواره قوطی فشار میاره و باعث چروکیده شدن اون میشه. 5 گفته چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود. مشاهده خود را بیان کنید که گفتیم چروکیده میشه. توضیح دهید که آیا نتیجه آزمایش با پیش بینی شما سازگار است؟ که بله، گفتیم که چروکیده میشه قوطی. آلیت: یک نی را مطابق شکل داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. در حالی که یک طرف نی درون بطری قرار دارد، مطابق شکل ب دهانه بطری را با لبهای خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید. خب بچه ها، با توجه به اصل پاسکال ما گفتیم هرگاه فشاری به یک مایع وارد بشه، حالا به هر نقطه مایع که وارد بشه و مایع درون یک ظرف محصور باشه، این فشار بدون کم و زیاد شدن به تمام مایع منتقل میشه. پس وقتی که شما با لبهاتون کاملا در ظرف رو محاصره کردید و فشار هوای دهانتون رو به اون وارد میکنید، این فشار به تمام مایع وارد میشه. پس در نتیجه چون مایع میخواد فشارش رو تعدیل کنه، اون مقدار آب اضافی که در حد تحمل فشار آب نیست از نی بیرون میریزه، از طریق نی. خب اطراف کره زمین بچه ها تا صدها کیلومتر بالاتر از سطح زمین چی وجود داره؟ هوا وجود داره. و در شکل 7 شما یک ستون فرضی از مولکول‌های هوا رو می‌بینید که ما هرچه از سطح زمین بالاتر بریم فشار هوا کمتر میشه. چرا فشار هوا کمتر میشه بچه ها؟ ببینید اینجا یک ستون فرضی رو دارید می‌بینید. هرچه ما به سمت بالا میریم تراکم مولکول‌های هوا کمتر میشه. چون تراکم مولکول‌های هوا کمتر میشه، یعنی تعداد مولکول‌های هوا کمتر میشه، پس در نتیجه فشار هوا هم کم میشه. پس یکی از عواملی که در فشار گازها مؤثره بچه‌ها مقدار گاز هست. با توجه به این، خب
پس به همین دلیله که بچه‌ها در مناطق کوهستانی فشار هوا کمتر از فشار هوا در مناطق ساحلی هست، و یعنی هرچی که ما بالاتر میریم، از یک کوهی بالاتر میریم، فشار هوا هیچی میشه؟ کمتر میشه. چرا؟ چون تراکم مولکول‌های هوا در اونجا کمتر میشه. ولی هرچی به سمت پایین تر، به سمت ساحل دریا بریم، میدونید که ارتفاع از سطح زمین در ساحل صفر هست و اونجا فشار هوا در تقریبا میتونیم بگیم بیشترین فشار هست. خب حالا فشار هوا توی زندگی روزمره ما هم اثرات فراوانی داره. مثلا این که شما میخواید آب میوه درون یک قوطی رو با کمک نی بنوشید، از فشار هوا استفاده میکنید. که مثلا شما وقتی یک ظرف رو خم میکنید که آب ازش بیرون بریزه و درش تنگ باشه، مثلا قوطی شیر که نی زدید داخلش، اگه خمش کنید شیر به سختی میریزه، ولی اگر یه سوراخ در طرف دیگرش ایجاد کنید به راحتی شیر بیرون میریزه، که خاطر همین فشار هوای بیرون هست که بهش وارد میشه. آیا میدانید با استفاده از این واقعیت که فشار هوا در نقاط همتراز یک مایع یکسان است، می توان فشار سنج ساده ای ساخت که برای اندازه گیری فشار هوا به کار می رود. شکل روبرو یک فشار سنج ساده جیوه ای را نشان می دهد. یک لوله شیشه ای به طول 80 تا 100 سانتی متر که یک سر آن بسته است را انتخاب می کنیم. لوله را پر از جیوه کرده و پس از خارج کردن هوای درون جیوه با انگشت دهانه آن را می بندیم. سپس آن را وارونه کرده و به طور قائم در یک ظرف جیوه فرو میبریم. پس ببینید بچه ها، اینجا یک لوله هست، این یک لوله هست به طول 80 تا 100 سانتی متر و درونش جیوه ریختن. بعد از اینکه جیوه درون اون رو، هوای درون اون رو خالی کردن، با انگشت درش رو محکم میگیرن که دوباره هوا نگیره، بعد بارونش میکنن تو یک ظرف جیوه. خب وقتی که ما انگشتمون رو برمی‌داریم، می‌بینیم که سطح جیوه توی لوله پایین میاد. تا کجا؟ تا جایی که فشار در نقطه آ برابر فشار هوا در نقطه بی بشه. چرا؟ چون اینها نقاط همتراز هستن بچه‌ها، و نقاط همتراز باید فشار یکسانی داشته باشه. خب ارتفاع ستون جیوه معیاری از فشار هوا رو در محل آزمایش نشون میده. یعنی این ارتفاع از اینجا تا پایین، این میشه معیاری برای فشار هوا در اون جایی که ما آزمایش انجام میدیم. این ارتفاع در سطح دریا حدود چقدره؟ 76 سانتی متر. بچه‌ها گفتم سطح دریا ارتفاع صفر است. خب توریشلی، فیزیکدان ایتالیایی، نخستین کسی بود که این آزمایش ساده رو انجام داد و نشون داد که هوا فشار داره. وی همچنین با اندازه گیری ارتفاع ستون جیوه توانست فشار هوا را در کنار دریا و بالای کوه اندازه گیری کنه. اینجا می هشدار داده که جیوه و بخارش سمی هست و توصیه میشه که این آزمایش ها فقط در آزمایشگاه ها و با استاندارد لازم انجام بشه. خب آزمایش کنید دیگه ای داریم که هدفش باز هم بررسی آثار فشار هواست. وسایل و مواد لازم: بطری شیشه‌ای در پوش تک سوراخه و در پوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب. روش اجرا: پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می‌افتد. خب بچه‌ها، شما وقتی که دارید آب رو از طریق قیف وارد ظرف می‌کنید، همزمان که آب داره درون ظرف می‌ریزه، حباب های هوا هم از این قیف دارن خارج میشن، و دلیلش اینه که چون شما مایع رو دارید درون ظرف میریزید، پس مایع داره جای هوای درون ظرف رو میگیره، پس مقدار اضافی هوا باید از ظرف خارج بشه. دو، گفته اکنون آزمایش کنید مطابق شکل الف به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی میفتد که گفتیم به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق میفتد توضیح دهید. گفتیم همزمان با اینکه آب داریم درون ظرف می‌ریزیم، هوا هم از قیف خارج میشه، و دلیلش هم این بود که مایع داره جایگزین هوای درون ظرف میشه. سه، گفته اگر به جای در پوش تک سوراخه از در پوش دو سوراخ استفاده کنیم، پیش بینی کنید چه اتفاقی میافتد.
4 آزمایش را به کمک درپوش دو سوراخ انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق میافتد توضیح دهید. خب بچه ها، وقتی که از درپوش دو سوراخ استفاده کنیم، آب از یک سوراخ وارد ظرف میشه، هوا از سوراخ دیگه خارج میشه. پس در نتیجه آب خیلی راحت تر و بیشتر میتونه وارد ظرف بشه. این تجربه رو شاید بچه ها موقعی که دارید با قیف یک مایع رو وارد بطری های مثلا نوشابه میکنید داشته باشید، که اگر شما قیف رو بلند کنید، یعنی قیف به در بطری نچسبیده باشه، یک کمی با در بطری فاصله داشته باشه، مایع خیلی روانتر و بهتر وارد ظرف میشه. چرا؟ چون از این ور که مایع دارید وارد قیف میشه، از کناره های قیف، یعنی بدنه خارجی قیف که از سر بطری فاصلش دارید، هوا بیرون میره و مایع به راحتی وارد ظرف میشه. فکر کنید با توجه به شکل‌های روبرو، سریع ترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آب پر شده کدام است؟ خب بچه ها، سریع ترین راه، ببینید، شما کج کردن، سر و ته کردن و فشردن. خب اگر که شما سر ته کنید، چون همزمان که مایع داره خارج میشه، هوا میخواد وارد قوطی بشه و جایگزین مایعی بشه که داره خارج میشه، این سخته. اگه شما کجش کنید طوری که یکم این بالای بطری فاصله داشته باشه که هوا به راحتی وارد بطری بشه، این روش راحتی هست. فشردن تا وقتی که دارید فشار میدید راحته، اما به محضی که دستتون رو بردارید دوباره، چون هوا میخواد وارد بشه، جایگزین مایع خارج شده بشه، مشکل داره. پس به نظر من به کج کردن هست راحت تره برای خارج کردن مایع درون بطری. خب دانش آموزی میگوید سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است. یعنی اینجا یه سوراخ ریز ایجاد کنیم. شما چه فکر میکنید؟ بله بچه ها، اگر که ما یک سوراخ ریز اینجا ایجاد کنیم، چون که هوایی که میخواد جایگزین مایع بشه از این بالا وارد میشه، دیگه نیازی نیست که از اینجا وارد بشه و جلوی خروج آب رو بگیره. این سریع ترین راه هست. خب فعالیت، این فعالیت رو بچه‌ها برای کار عملیتون حتما انجام بدید، بسازید، عکسش رو برام بفرستید گروه تکالیف. گفته که در علوم سال هفتم با نحوه کار ششها آشنا شدید و همانطور که دیدید اونها شبیه بادکنک داخل حفره سینه ما پر و خالی میشن. پس بچه ها، ششها شبیه بادکنک درون قفسه سینه چی میشن؟ پر و خالی. اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها میشود؟ نقش فشار هوا در این خصوص چیست؟ شما می توانید پاسخ این پرسش ها را با ساختن مدلی از شش مورد بررسی قرار دهید. بچه ها ببینید، ما فرض کنید که این قفسه سینه انسان باشه، این هم شش ها که درونش قرار داره. اینجا ما یه پرده داریم به نام پرده دیافراگم، یعنی زیر قفسه سینه پرده دیافراگم است. وقتی که شما هنگام دم، یعنی هوا رو که دارید میدید داخل قفسه سینه، این پرده به سمت پایین میاد، پس فضای سینه شما، قفسه سینه شما، فضاش بزرگ میشه، هوا به راحتی وارد ریه ها میشه. وقتی که شما بازدم انجام میدید، این پرده به سمت بالا میره، فضای قفسه سینه کوچک میشه و هوای اضافی به راحتی خارج میشه. پس این مدلی که شما با استفاده از یک بادکنک در زیر این استفاده میکنید شبیه به قفسه سینه است. بچه ها، میخوام که توضیح بدم چطوری این مدل رو بسازید. ببینید، شما احتیاج دارید به یک بطری نوشابه. پس این یک بطری نوشابه هست که شما قسمت زیرش رو برش میدید، بعد میتونید مثلا روی اتو که خیلی درجه اتوتون پایین باشه که پلاستیک ذوب نشه، این رو، این تهش رو که برش دادید، بذارید روی اتو یکم که حالت گرد پیدا کنه لبه هاش و بادکنک رو نتره کنه. خب بعد این زیر
شما یعنی اینجا یک بادکنک رو میبندید، پاره میکنید، یک بادکنک رو باز میکنید، میبندید این پایین، و اینجا هم یک لوله وارد میکنید که دورش رو حالا با خمیربازی یا خمیر نان یا هر چیزی میگیرید که هوا از این اطراف وارد در بطری نشه، وارد این بطریه. بعد حالا هم میتونید از یک بادکنک استفاده کنید، هم از دو بادکنک، یعنی اینجا یه لوله از سر بطری وارد میکنید، بعد حالا میتونید یک بادکنک هم اینجا ببندید. مهم اینه که شما عکس العمل این پرده دیافراگم رو توی این آزمایش مشاهده کنید. پس اینو حتما برای کار عملیتون انجام بدید. خب آیا میدونید یکی از معروفترین آزمایش های مربوط به فشار هوا رو اوتو فون گریکه، شهردار یکی از شهرهای آلمان و مخترع پمپ خلع، در سال 1654 میلادی انجام داد؟ فون گریکه دو نیم کره را با قطری حدود 50 سانتی متر کنار هم گذاشت تا کره‌ای تشکیلند. او اتصال‌های هوابندی شده را با یک واشر چرمی آغشته به روغن درست کرد. وقتی با پمپ خلع کره را از هوا تخلیه کرد، مطابق شکل حتی دو گروه اسب هم نتوانستند دو نیم کره را از هم جدا کنند. ببینید اومده دو تا نیم کره را اینطوری به هم متصل کرده، بعد هوای داخلشون رو خالی کرده کامل، با پمپ خلع کشیده که خالی بشن. حتی دو تا گروه اسب، ببینید یک گروه اسب این ور داره میکشه، یک گروه اسب هم این ور داره این دو تا کره رو میکشه، ولی نتونستن جداش کنن. چرا؟ چون بچه وقتی که داخل این خلع هست، ما گفتیم که فشار هوا به مقدار هوا بستگی داره و هرچه که هوای یک مکانی بیشتر باشه، فشار هواش هم بیشتره. پس وقتی که خلعه یعنی اصلا هوایی نیست، هوا که نباشه، پس در نتیجه این فشار هوای بیرون مقدار زیادی به این بطری ها وارد میشه، به این ببخشید گویی ها وارد میشه و نمیگذاره اینها از هم جدا بشن به خاطر فشار هوا.